در مورد بیشتر گفتگو میکنیم با سمیر رسا، مسئول رابط عامه دفتر مشاوریت رئیس جمهور در امور مالی و بانکی. سلام، شب شما بخیر، خیلی خوش آمدین آقای رسا. سلام به شما و برنده عزیز. ممنون آقای رسا. این که گفتم میشه تا یک هفته دیگر قرار است که دهلیز هوایی کابل جده نیز گشایش پیدا بکنه، میشه جزئیات بتین به اینکه آیا تفاهمنامه با عربستان سعودی در این زمینه امضا شده یا خیر، و در نخستین پرواز چقدر از کالاها صادر خواهد شد؟ تشکر. پس از سپری شدن به دهلیز هوایی که با هندوستان، قزاقستان و ترکیه به گونه موفقانه انجام شد، خوشبختانه ما در حال حاضر در آستانه افتتاح دهلیز هوایی با عربستان سعودی هستیم که بنابر تقاضای تاجران ملی از حکومت تقاضا کردند که میخواهند به عربستان سعودی صادرات داشته باشند. ما هم یک تفاهم نامه را دفتر مشاورت ارشد رئیس جمهور در امور مالی و بانکداری با اتاقهای تجارت و صنایع و شرکت هوایی کامیار به امضا رساند که بر اساس این تفاهم نامه قرار است هفته آینده نخستین پرواز از کابل به جده صورت بگیره که 500 کیلوگرم زعفران در نخستین پرواز از کابل به جده انتقال پیدا میکنه، و در هفته آینده ما پلان داریم که یک تفاهم نامه را با دبی هم امضا بکنیم که قرار است تا 10 روز دیگر ما نخستین پرواز را به دبی هم داشته باشیم، یعنی همزمان که با عربستان سعودی آغاز میکنیم با دبی نیز آغاز بکنیم. و برنامه بعدی حکومت همی است که ما دهلیز هوایی را با اروپا ایجاد بکنیم، همان طوری که دهلیز هوایی با ترکیه ایجاد شد و 3 پرواز تانوز به ترکیه صورت گرفته، 4مین پرواز به ترکیه 2 روز بعد صورت میگیره، و بعد از این تاجران ما میتونن که از طریق ترکیه اموالشان را به اروپا، به آلمان و به هر شهر و کشور اروپایی که خواسته باشند از این طریق میتونن که صادر بکنن. کدام کالاهای افغانستان بازار مناسب در عربستان سعودی داره؟ به ویژه ای که حالا در نخستین پرواز زعفران صادر میشه، کدام کالاهای افغانستان دیگر هم میتونه که بازارهای خوب در اونجا داشته باشد تا ما در پروازهای بعدی بتونیم که کالاها را صادر بکنیم؟ این بستگی به تاجر ما داره و چقدر بازاریابی کرده در برگزاری نمایشگاه هایی که برگزار میشه، چقدر توانسته که محصولات و فرآورده های افغانی را به نمایش بگذاره، معرفی بکنه و بازاریابی خوبی بکنه، و این باعث میشه که تاجر اموالش آماده بسازه و حکومت اموال تاجران را به خارج از کشور و از طریق دهلیزهای هوایی با کشورهایی که ایجاد شده صادر بکنه. در مورد کالاهای تاجران افغان و در مورد محصولات افغانی، خب اگر یاد بکنیم تمامش عالی هستند، یعنی از میوه تازه ما گرفته تا میوه خشک تا صنایع دستی، قالین افغانی، گیاه طبی هنگ، همین گونه سنگ های قیمتی، و حتی در ترکیه تاجران ما پوست و روده را هم صادر کردن، یعنی محصولاتی هست، کالاهایی است که تاجران قبل از صادر کردن از طریق دهلیز هوایی به او کشور میره، نمایشگاه برگزار میکنه، بازاریابی خوبی برای خود میکنه، و زمانی که کالای افغانی به میدان هوایی کشور میرسه در کمترین وقت و با قیمت بهتر به فروش میرسن. آقای رسا، یک سال میگذره از اینکه ما دهلیزهای هوایی را تونستیم با شماری از کشورها به ویژه هند، قزاقستان، حالا عربستان سعودی است با اینا ایجاد بکنیم، میشه بگوین که حکومت از این رهگذر چقدر درآمد داشته و چقدر از کالاهای افغانستان به کشورها صادر شده است؟ همانطور که در گزارش ذکر شد، خبرنگار ما حیدرشاه به نکته بسیار حساس اشاره کردند، گفتند با ایجاد دهلیز هوایی که با هند یک سال پیش صورت گرفت تصور میشد که ممکن این پروسه ادامه پیدا نکنه، اما نه تنهایی که این پروسه ادامه پیدا کرد به شکل موفقانش، بل ما توانستیم که دهلیزهای هوایی را با سایر کشورهای دیگر هم ایجاد بکنیم، و از او زمان تا حال 2600 تن اموال تجارتی بازرگانان افغان که شامل میوه تازه، میوه خشک، گیاه طبی، هنگ و صنایع دستی قالین میشه از طریق دهلیزهای هوایی به 2 شهر ممبای و دهلی هندوستان، شهر آلماتی قزاقستان، استانبول ترکیه، از طریق میدانهای هوایی کابل و کندهار صادر شده که ارزش این کالاها 51 میلیون دلار آمریکایی میشه، و هزینه ای که پرداخته شده در حدود 1.3 میلیون دلار آمریکایی میشه، یعنی شما 51 میلیون را نمیتونین با 1 میلیون مقایسه بکنین.
یعنی ارزش کالاها به مراتب بلندتر هست، یعنی مفادی که به تاجر رسیده از طریق دهلیز هوایی و همین گونه در صادرات ما توانسته که یک تاثیر خیلی خوبی داشته باشه و صادرات ما را افزایش بده. حالا پلان هم همی است که ما بتونیم واردات خود را کم بسازیم، صادرات را افزایش بدیم به خارج از افغانستان، یک بلانس تجارت را در اینجا بتونیم ما کنترل بکنیم. با مو لحاظ هم مفادش به حکومت هست، هم به تاجر هست، هم با مو باغدار است که میوه تازه را بنا پرورش میتن. ما یک گزارش دیگری که از طریق ترونیوز پخش شد دیدیم دو که باغداران در شکردره گفتند با ایجاد دهلیز هوایی که ایجاد شده بنا بیشتر به محصولاتشان توجه میکنند. این اگر سالهای بیشتر در گذشته اونا نمیتونستند محصولاتشان را خوبتر بفروشند، اما امسال اونا توانستند که انگورشان را سیبشان را بیارند به میدان هوایی کابل و بازرگان ما تسلیم کنند و بازرگان ما به بسیار قیمت خوب به خارج از کشور به فروش برسانند، که مفادش هم به باغدار، هم به تاجر، هم به حکومت و در کل به اقتصاد کشور ما مفید است. حکومت چقدر سبسایدی داده دنمی یک سال به کالاهایی که از طریق دهلیز هوایی به شماری از کشورها صادر شده؟ چون اگر حکومت سبسایدی نده، هزینه های دهلیز های هوایی خیلی بلند است و بازرگان نمیتونن که انتقالات داشته باشند. از 1.3 میلیون دلار آمریکایی که در قسمت هزینه کالاها از طریق دهلیز هوایی در 200 پرواز با پوزش در 100 پرواز که صورت گرفته، یک بخش خیلی زیادش حکومت پرداخته و یک بخش کمترش از 1.3 میلیون تاجر پرداخته و یک کمک حکومت به تاجران ملی ما هست که بنا بتونن محصولات افغانی را به خارج از کشور صادر بکنن. همانطوری که امروز ما در مرکز رسانه حکومت برنامه داشتیم، از توزیع زمین در پارک‌های صنعتی هم یاد کردیم، یعنی در حال حاضر زمین در 13 پارک صنعتی افغانستان در 11 ولایت کشور آماده توزیع هست که تاجران ما میتونن با قیمت کمتر، یعنی فی متر مربع 50 افغانی زمین خریداری بکنن، که یک جریب زمین در حدود 1 لک افغانی یا معادل حدود 1400 دلار آمریکایی میشه و در قسمت زیربناش در حال حاضر ما از پیشرفت کار در پارک صنعتی باریکاب یاد کردیم که به گونه مثال 62% کار سرکای داخلیش پارک تکمیل شده و 250 نمره زمین در فاز اول آماده توزیع هست، 48% کار سیستم آبرسانیش و 70% کار سیستم فاضلابش پیش رفته و در مورد توزیع برقش هم که 18% کارش پیش رفته و پروژه برق پارک هم عقد قرارداد شده که کار عملیش در ساحه آغاز گردیده. یعنی تاجران ما میتونن برن در صاحب پارک صنعتی باریکاب زمین خریداری بکنن، در قسمت پروسس میوه‌جات در اونجا سرمایه گذاری بکنن که ما بتونیم در خارج از کشور محصولات خود را صادر بکنیم. تشکر آقای رسول، ممنون از اینکه در برنامه حضور یافتید. تشکر.